در ادامه برنامه ویژه یوروویژنمون اومدیم هتل پیش آیسل و آرش روی مبل تقریبا قرمزشون. خوب هستیم بچه‌ها؟ نسیستونوس خوبه؟ آره چه؟ خواستم بگم چقدر ترکیشون خوبه ایشون آذری. بچه‌ها شما چند بار این آهنگ آلویز رو خوندین؟ هر دسته 5 میلیون دفعه اولرده. میگه 5 میلیون دفعه خوندیم. بله. نه خیلی خوندیم دیگه خدا وکیلی. خودم دیگه همش دیگه رامینا میگه شبا آلویز میبینم. ما هم شوتر مغزی شدیم. بله همینه. قصدمون با این آهنگ اینه دیگه. شوتر مغزی. بله. خواستم بگم شما گوری هستین که هم خوشگلی هم خوب تار میزنین. تو هم تار هم میزنی رو صحنه؟ حالا ما فقط افه تار رو میزنیم ولی خود تار اونجوری نه تار نمیزنم. داری یاد میگیری؟ بله چون خوشگل کسی هست. آرش وایسم خواستم ببینم که این راستی چرا تو این آهنگ آرویز که تو یوروویژنه از طرف آذربایجان چرا اصلا توش آذری نخوندی؟ آیسم چرا آذری نخونده؟ Çünkü biz istirdik ki mahnı ham başa çıksın. Ona göre İngiliz dilinde sözleri oldu ama inşallah gelecekte Azerbaycan dilinde okuyacağız mutlak. Ama tu çera tuş Azeri nakhundin? قرار بود فارسی اول بخونم و آیسل هم آذری بخونه ولی اینجوری خب زیاد کسی نمیفهمید آهنگمون. دوست داشتیم یه اینترنشنال باشه که همه بفهمن، بر همین تصمیم گرفتیم که دوتای انگلیسی بخونیم. اصلا حس یوروویژن اینجوریه نه؟ خیلی چیز مهمش اینه که یه کشور خوش رو جهانی جلو بده. بله حسن یوروویژن اینه که برای همه دنیا میخونی و هر خب هرچی بیشتر بفهمن بهتره و اینجوری همینجوری ما سعی کردیم انگلیسی بخونیم. آرش چطوری اصلا تو رفتی آذربایجان برای آذربایجان آهنگو درست کردی و خوندی و قاطی جریان شدی؟ ولی کنسرت داشتم باکو دسامبر و خب درباره مسابقه که من یوروویژن خب از بچگی میدونستم چه مسابقه و فهمیدم که آذربایجان در این مسابقه هست و آیسل برنده شده و خب ما هم گفتیم دیگه بهمون پیشنهاد دادم و ما هم این پیشنهاد این آهنگو بهشون دادم. چه عالی. آیسل همینجوری خوندن چطور اصلا انتخاب شد برای یوروویژن؟ اکتبر ده تورلار وار ایدی. من ده تورلارا گتتم اوشاقلار کیمی 40 نفر قاتیلدم اورا و 2 aydan sonra mene zeng geldiler ve dediler ki siz geçmişsiniz. آرش آهنگی ساخته بودی قبل از آیسل رو ببینی یا اینکه قبلش بوده؟ راستش بگم والا آهنگ از قبلش یه ذره ایدیای آهنگ اومده بود تو سرمون. بله تو صندوق بود آهنگ و خب وقتی آیسل رو دیدم خب آهنگو تکمیل کردیم. یعنی تیکای اضافی بهش کردی؟ بله دوست دارم عاشقتم. آره؟ بله؟ بله. خب یه چیز دیگه هم میخوام بپرسم، الان اومدی یوروویژن هر دوتون، این صحنه یوروویژن چطور رفتی روش میخونی تمرین میکردی؟ صحنه‌اش خیلی عظمت داره و خودتون می‌بینی با این صحنه‌های تلویزیونی، این پله‌ها، اصلا همه زمین همش این رنگ اون رنگ میشه و خیلی باحاله اینجا. اتفاقا این آتیشمون روی نمرتش بعد داشت ایشون موهاش هم آتیش میگیره. بله رفت جلو یه هول که اینجوری گفتم آیسل زیاد جلو نرو که مثل من کم مو میشی. آیسل برای تو و آذربایجان چقدر این یوروویژن مهمه؟ Mənim üçün bu çox vacibdir, çünki bu mənim kariyeramın başlanğıcıdır və ümumiyyətlə mən Eurovision-da Azərbaycanı təmsil etməklə böyük məsuliyyət hiss eləyirəm. Və Azərbaycan üçün də bu çox çox vacibdir, çünki ikinci ildir Azərbaycanın Eurovision-da. Yəni cərabə mənə ki, xoş Azərbaycan və İran bir zamanı bir kəşfər budan və اینکه شما هم دارین با هم می‌خونی انگار یه اتفاق تاریخی داره تکرار میشه برعکس. این چطوری احساسش برات آرش؟ والا خب هر چی باشه خب آذربایجانی ها مثل ما از همه از یک خون هستیم، از یک میگن یه نژادیم، درسته؟ از یک گوهریم. بله. ولی خب بزرگترین آرزوم اینه که خب به عزت جان که خب برای ایران بتونم مسابقه بدم، ولی خب ایران الان امیدوارم سال بعد. آقا روی صحنه با هم میخونین، میخوام که ادامه میدی ولی راستش بگو. نگو آره حتما ما در آینده دو تا آلبوم میدیم بیرون. نه میخوام راستش بگم، میخوام خواستم تو بگم نه. رو صحنه هم خب خیلی دست همو میگیرین، میخوام که خلاصه خلاصه چی دستو بردار. اذیت هم میکنی؟ نه بابا نه پیوندی ایجاد شده؟ نه من آیسل دوست هستیم، دوست خوب هستیم و خب من دوست دختر دارم و کم کم هم میخوام ازدواج بکنم. جدی میگی؟ بله. و چه کم کم میگه سری سری؟ خب یعنی سال دیگه. خیلی ممنون آیسل و آرش، موفق باشین، شدیدا موفق باشین، هم برای آذربایجان هم برای تمام طرفدارانتون و هم برای ایرانیای عزیز.